من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. در آیات گذشته آغاز شد سخن و زجر بر اهل کتاب. الله تعالی در آیاتی که تلاوت شدند یکی دیگر از خباثت های اهل کتاب را و خیانت های اونها را که خیانت بسیار فراموش نشدنی هست اینجا ذکر می کند. این هست که گاهی انسان به اون سطح از ضد و عناد می رسد و به جایی از عناد می رسد که در حضور دشمنان دین و در حضور اهل شرک و اهل کفر و بندگان بت‌ها در حضور اونها بیاید و اهل حق را اهل ایمان را باطل بخواند و باطل جلوه بدهد. این واقعا اوج عناد هست، اوج خیانت هست. اصل جریان این بود که بعد از جنگ احد یکی از علماء یهودی، علماء مطرح یهودی به نام کعب ابن اشرف با سرداری از سرداران یهودی حیی بن احطب و جمع یا 30 نفر بودن یا 40 نفر، در بعضی روایت ها 30 و بعضی روایت ها 40 نفر داریم، اینها رفتند به مکه مکرمه. اونجا که رفتند پیش ابو سفیان و بقیه سرداران قریش و گفتند که روز به روز این دین جدید، پیغمبر جدید در حال پیشرفت است، در حالی که اینها اونها جاهل بودند، مشرکین مکه
خواننده نبودند، سواددار نبودند، اما یهودی ها همه سواددار بودند. میدونستند که این پیغمبر پیغمبر خداست، شک نداشتند. ولی حسد را ببین که انسان را به کجا رسونده، که میره پیش اهل شرک، کسانی که باور داره و یقین داره که اینها بت پرستند، دین باطلی دارند، دین خرافاتی دارند، رفتند با مشرکان عهد و پیمان ببندند. گفتند که روز به روز در حال پیشرفت هستند و آینده خطرناک است، ما باید با هم متحد باشیم و باید اینها را از پا در بیاوریم، اینها را از بین ببریم. مشرکین حتی بر یهود خائن اعتماد نکردند، گفتند که نه، قبل از اینکه ما با هم پیمان ببندیم شما بگویید آیا ما بر حق هستیم یا اینها، دین ما دین حق است یا دین اینها. اینجا انسان فکر میکنه که یهودی ها در یک دوراهی بزرگ قرار گرفتند که کدوم یک را بگند، ولی کسی که ایمان ندارد هیچی ندارد. یهودی ها گفتند که دین شما چیه؟ ما بعدن به تو میگیم. گفتند دین ما دین صله رحمی هست، دین ما دین مواسات هست، همدردی هست با خویشاوندان، همدردی کردن. ولی اونها بین پدر و پسر جدایی می کنند، بین برادر و برادر جدایی می افکنند و از این حرف ها. آخر کعب ابن اشرف آخوند بزرگ یهودی گفت نه، اونها بر باطلند، شما بر حق هستید. این اولین اعترافی که از یهودی ها گرفتند. و در بعضی روایت های تفسیری آمده که حتی اینها را مجبور کردن به بت هم تعظیم بکنند، ولی خب برای این مدرک صحیحی نیست. همین که دین اونها را و مسیر اونها را تایید کرده، این خودش تعظیمی بر بت هست، تعظیمی و احترامی به دین بت پرستی هست. و باز اونها بازم اعتماد نکردند، گفتند که باید با هم بریم به استار کعبه و به خانه کعبه، اونجا چنگ بزنیم و با هم عهد و پیمان ببندیم. اینها رفتند و با هم پیمان بستند که تا جایی که بتوانند بر علیه مسلمانان با هم متحد بشن، جبهه واحدی تشکیل بدند، یک ائتلافی تشکیل بدند تا بتوانند که به هر حال مسلمانان را از بین ببرند. همین بود که وقتی که برگشتند، این کعب ابن اشرف دیگه، این کسی که تحریک میکرد بر علیه اسلام، حکمش صادر شد، حکم قتلش صادر شد. صحابی جان بر کف حضرت محمد ابن سلمه رضی الله تعالی عنه آمد و او را کشت، یهودی را. به هر حال الله تعالی اینجا زجر بر این اهل کتاب بیان می فرماید. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب، خبرداری از اون کسانی که بخشی از کتاب داده شدند، سهمی از کتاب داده شدند. یؤمنون بالجبت والطاغوت، ایمان می آورند به جبت و طاغوت. جبت و طاغوت را در مسئله اله در مقدمه مفصل خواندیم، 9 تا 10 تا معنا برای طاغوت، 9 تا 10 تا معنا برای جبت. یکی از معانی جبت اوثان هست، بتها هست، و یکی کل ما عبد من دون الله طاغوت همچنین. اما اینجا چون هر دو تا ذکر شدند، یؤمنون بالجبت، ایمان می آورند به بتها، به اوثان و طاغوت، و ایمان دارند به آلهه باطله، کل ما عبد من دون الله، به اونها ایمان آوردند. اینهایی که به کتاب موسی ایمان داشتند، اینهایی که در تورات از شرک و از بت پرستی اعلام براءت شد، اینها آمدند خودشان بت پرستان را تایید کردند. و چی گفتند؟ و یقولون للذین، بنویسید تفسیر یؤمنون،
ويقولون للذين يؤمنون يعني چه ويقولون للذين كفروا گفتن برای کفار یعنی برای مشرکین مکه الذين كفروا کی است مشرکان مکه گفتند ها اولائی اهدا من الذين آمنوا سبیلا ها اولائی یعنی این مشرکین اهدا بر هدایت بیشتری هستند رای اینها رای هدایت هست من الذين آمنوا سبیلا از آنهایی که ایمان آوردند سبیلا تمیز اهداس اهدا سبیلا یعنی از نظر راه از نظر سبیل سبیل اینها هدایت بیشتری دارد سبیل کی؟ مشرکان یعنی بت پرستی بهتر است از خدا پرستی معنیش اینه الله تعالی می فرماید خبر دارد چونکه این کعب ابن اشرف و حویی بن اخطب اینها آمدن مخفیانه قرارداد بستند الله تعالی از طریق وحی به رسولش خبر داد الله نتیجه این معاهده را این قرارداد را این پیمان را بیان می فرماید الله می فرماید اولئک الذین لعنهم الله این گروه این انسان ها را الله لعنت فرموده از رحمت خودش دور نگه داشته ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا هر کسی را که الله لعنت کند هرگز نمییابی برای اون یار و مددگاری خب اینها چرا ناراحت بودند چرا مشرکین را اهل حق گفتند اهدا سبیلا گفتند اینها ناراحتیشون اینه که چرا این نبوت به پیغمبر رسیده خدا می فرماید ام لهم نصیب من الملک آیا برای اینها هست نصیبی از ملک ملک خدا مگه به دست اینهاست پادشاهی در اختیار اینهاست اگر بود نه اینکه به پیغمبر پیغمبری نمی دادند فاذا لا یؤتون الناس نقیرا در این هنگام نمی دهند اینها به مردم به اندازه نقیر نقیر چی بود سوراخی که پشت خسته خرماست قبل از زنگ تفریح توضیح دادم به اندازه نقیر یعنی نقیر چقدر آب میگیرد یک قطره آب نقیر را از بین میبرد کمتر از قطره به اون اندازه هم به مردم نمیدهند خب ام یحسدون الناس باز هم زجر و سبب این حسادت ام یحسدون الناس آیا آنها حسد میکنند با مردم على ما آتاهم الله من فضل بر آنچه که خدا داده به آنها از فضلش ما آتاهم الله بنویسید حکومت و نبوت الله تعالی از فضل خودش به رسول مکرمش چی داد هم نبوت عنایت فرمود و هم رسول الله در مدینه طیبه که تشریف بردن حکومت تشکیل دادند روز به روز سپاه بیشتر می شد روز به روز مسلمانان بیشتر می شدند این فضلی که خداوند به پیغمبر داده اینها حسودیشون می شد ام یحسدون الناس با مردم به این خاطر اینا حسادت می کنند خب خداوند می فرماد مگر این چیز جدیدی هست که اینها با پیغمبر من حسادت می کنند ما قبل از این هم معهود هست قبل از این هم نمونه هست ما به حضرت ابراهیم دادیم به دیگران دادیم پادشاهی دادیم به ابراهیم نبوت دادیم که جد این پیغمبر هست این هم از همون نسله یعنی چیز جدیدی نیست که حسادت بشه با این الله می فرماید فقد آتینا آل ابراهیم الكتاب ما دادیم به آل ابراهیم یعنی به ابراهیم و آلش داوود هست سلیمان هست الکتاب ما به آنان کتاب دادیم والحکمه به آنان حکمت دادیم و آتیناهم ملکاً عظیما ما به آنها دادیم ملک عظیم یعنی پادشاهی بزرگ هم نبوت هم کتاب هم سیادت و ملوکیت ما دادیم مگه چیز جدیدی هست
لذا این پیغمبر هم از همون نسل، از نسل ابراهیم، داوود و سلیمان از نسل ابراهیم بودن، به اونها دادیم، به این هم دادیم. پس چیز غیر متعارفی نیست. آل ابراهیم نوشته هم اسلاف محمد صلی الله علیه و سلم، تفسیر مدارک نسفی، هم اسلاف محمد، آنان اسلاف محمد بودند صلی الله علیه و سلم. و انه لیس ببدع، و انه لیس ببدع، این چیز جدیدی نیست، نوعی نیست. ان یؤتیه الله مثل ما اوتی اسلافه، این که خدا به او بده آن چیزی که اسلافش را داده. ان یؤتیه الله مثل ما اوتی اسلافه، این عجیب نیست، اسلافش را داده خداوند به اون نسل، از اون نسل به محمد صلی الله علیه و سلم داده. چرا حسودی می کنند؟ الله می فرماید فمنهم من آمن به، بعضی از یهود کسانی هستند که ایمان می آورند به رسول الله، و منهم من صد عن، بعضی از آنها کسانی هستند که صد عنه، باز می دارند از ایمان آوردن. و کفا بجهنم سعیرا، تخویف اخروی. الله می فرماید جهنم که سعیر هست و آتش شعله وری دارد کافی هست برای اینهایی که ایمان نمی آورند و صد عن سبیل الله می کنند. اکنون الله تعالی تخویفی که مربوط به اون جهنم هست برای اینها بیان می فرماید. الله می فرماید ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، بدون شک کسانی که کفر کردن به آیات ما، ثمره این کفر، سوف نصليهم نارا، ان قریب ما آنها را داخل می گردانیم در آتش. چه آتشی؟ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا، کیفیت داخل شدن، هرگاه که نضجت جلودهم، بسوزد پوست آنها، بسوزد بدن آنها، بدلناهم جلودا، ما تبدیل میکنیم پوستی غیرها، غیر از آن، پوست جدید، لیذوق العذاب، تا که عذاب را بچشند، تا از اول احساس بکنند. انسان وقتی که بدنش خیلی بسوزد و کوبیده بشه، بدن میمیرد، آخر احساس را از دست میده. الله میفرماید پوستشون را عوض میکنیم تا که دوباره احساس بکنند. لیذوق العذاب، ان الله کان عزیزا حکیما، بدون شک خداوند غالب هست، کارهاش با حکمت است، همه چیز را از روی حکمت انجام میدهد. اما این تخویف بود برای منکرین، برای حاسدین، برای کافرین، و اکنون تبشیر برای مؤمنین و منیبین. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، کسانی که ایمان آوردند یعنی اعتقادشان راسخ، وعملوا الصالحات، عمل صالح انجام دادند، سندخلهم جنات، الله می فرماید حتما آنها را یا ان قریب، ما قبلا خواندیم سین هم برای تقریبه هم برای تأکیده، ان قریب ما آنها را داخل می گردانیم یا حتما داخل می گردانیم آنها را، جنات تجری من تحتها الانهار، در باغاتی که جاریس از زیر کاخهای اونها و درختان اونها نهرها، خالدین فیها ابدا، همیشه در آن جنات باقی میمانند، همیشه میمانند. لهم فیها ازواج مطهره، الله می فرماید برای آنان در آن جنات ازواج، همسرانی هست، مطهرتون، پاک. پاکی در چی؟ سیرت و صورت، هم اخلاقشون خوب، هم ظاهرشان. و ندخلهم ظلا ظلیلا، ما آنها را داخل می گردانیم در سایه ای که ظلیلا طولانی هست، سایه طولانی تمام نشدنی. بله، الله تعالی این افراد را، افرادی که ایمان به رسول الله دارند، به رسالت دارند و عمل خوب دارند، در چنین نعمتهای نگه می دارند. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، بخش دوم سوره از اینجا آغاز میشه، حصه دوم و بخش دوم سوره
خدمت شما عرض کردم که در این سوره امور انتظامیه و احکام هست، اما بخش اولش مربوط به رعیت هست، مربوط به انسانها، عموم مردم هست، در قبال اونها ما باید چه وظیفه داشته باشیم، و در بخش دوم اموری بیان میشه که مربوط به چی هست؟ به حاکم هست، مربوط به راعی هست، مربوط به حکام هست. خداوند عز و جل میفرماید ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. بدون شک خداوند شما را امر میکند که شما امانات را ادا کنید و امانت ها را بسپارید به اهل اونها. ببینید امانت ها را بسپارید به اهل، به اهل اونها. اگر ما روی امانات بحث بکنیم و اهل امانات چه کسانی هستند، خیلی عرض کنم که بحث طولانی خواهد بود، اما گذرا بعضی بخش ها را خدمت شما عرض می کنم. حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه و بعضی دیگر از مفسران معتقدند که این خطاب به ولات هست، به حکام هست، که حکام در انتخاب مسئولیت ها، در انتخاب پست ها اهلیت را در نظر بگیرند، شایسته سالاری را در نظر بگیرند. پارتی پارتی بازی، حزب و حزبگرایی، قومیت و از کنم مذهب، این مسائل نباید ملاک باشد. اولا علامه قرطبی که سخن حضرت علی را نقل کرده خدمت شما میخوانم. قال علی ابن ابی طالب و زید ابن اسلم و شهر ابن حوشب و ابن زید هذا خطاب لولات المسلمین خاصتا. این خطاب است برای ولات مسلمین، مخصوص اونهاست که ای والیان، ای حاکمان، خدا به شما دستور میده که امانت ها را به اهلشون بسپارید، پست ها را، عهده ها را، مسئولیت ها را به اطرافیان خود، به هم حزبی های خود، هم مذهبان خود، هم گروهان خود، آغازاده های خودتون نسپارید. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات، هر امانتی را الى اهلها، به اهلش، اونی که اهلیت داشته باشد، اونی که شایستگی داشته باشد. این هست شایسته سالاری. رسول الله صلی الله علیه و سلم به اهلش سپردند. درباره شأن نزول این آیات داریم که گرچه شأن نزول را من اولا تفسیر آیه را عام کردم تا ذهن شما به هر سمت و سو بره، بعدا شأن نزول که یک وقت ذهن به شأن نزول منحصر نشود. حضرت عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنه کسی بود که کلیددار خانه کعبه بود. اون زمان مسلمان نشده بود. این روایت را از زبان خود عثمان ابن طلحه دارم عرض می کنم و نقل می کنم. اولا مقدمتا بگم که در اون زمان بین تیره های مختلف قریش مسئولیت ها تقسیم بود. مثلا حضرت عباس رضی الله تعالی عنه که عموی رسول الله بود و تیره ای که رسول الله از اون تیره بود، کار اینها و مسئولیت اینها سقایه بود، یعنی آب دادن به چی؟ به حجاج. یک گروه دیگر از قریشی ها کارشان خدمتتون عرض کنم که سرداری بود، تصمیم گیری در مسائل سیاسی بود. هر گروهی یک مسئولیتی داشت. کلیددار خانه کعبه یک تیره بود و اون زمان عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنه این مسئولیت را به عهده داشت. خود عثمان میگه یک روزی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم آمد. اون روزها رسم بر این بود که روزهای دوشنبه و چهارشنبه، دوشنبه و پنجشنبه در خانه کعبه باز میشد تا هر کس دوست داره بره داخل و نماز بخونه، عبادت بکنه. قبل از هجرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمد و میخواست داخل بره. عثمان ابن طلحه مسلمان نشده بود، میگه من بد برخورد کردم چون مشرک بود، دشمن بود.
خیلی بد و تند برخورد کردن با حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم. بعد از اینکه رسول الله از خانه کعبه بیرون شد، گفت که امروز که کلید به دست تو هست، چنین با من برخورد میکنی، یک روز این کلید به دست من خواهد بود و به هر کسی که بخواهم میدهم. میگه با چنان اطمینانی گفت، با چنان اطمینانی گفت که من دلم تکان خورد و احساس کردم که این مرد که با این اطمینان و اعتماد به نفس میگه، حرفش بیجا نیست. ولی گفتم که اون روزی که اون روز اگر برسد قریش، مگه ذلیل و خار بشد که کلید به دست تو باشد؟ رسول الله اینو فرمود و رفت. بعد از اون مسئله هجرت پیش آمد. بعد از مسئله هجرت، آن حضرت صلی الله علیه و سلم برگشتند، مکه مکرم فتح شد. بعد از فتح مکه مکرم آمدند خانه کعبه، دستور دادند که بت‌ها را جمع بکنند. کلید را وقتی که ازش میخواستند بگیرند، عثمان ابن طلحه نداد، کلید را بالاجبار گرفتند. حتی در بعضی روایت ها میاد که رفت پشت بام خانه کعبه، فکر کرد که اینجا با من کار ندارند. حضرت علی کرم الله وجهه رفت اونجا کلید را ازش گرفت، به خدمت رسول الله تقدیم کرد. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم باز کردن، رفتن داخل خانه کعبه، نماز خواندند. نماز که خواندند برگشتند و من دیگه مایوس شدم که دیگه این مسئولیت از ما گرفته شد، کلید از ما گرفته شد. بعد از اینکه رسول الله میخواستند ترک بکنن، منو صدا کردند و گفتم بیا این کلید را بگیر. دوباره به من دادند. من بیاد اون جمله افتادم که گفتن یک روز این کلید به دست من خواهد بود و به هر که بخواهم میدهم. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه در این روایت میگوید بعد از این که کلید را به عثمان بن طلحه داد، پیغمبر صلی الله علیه وسلم داشت میرفت، من شنیدم از رسول الله صلی الله علیه وسلم زمزمه میکرد ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، خداوند دستور داده که امانتها را به اهلشون بسپارید. من احساس کردم این آیه الان نازل شد، به رسول الله دستور داده شد که کلید را بده، چون که در تقسیم بندی که کرده بودند کلیددارها اینها بودند و فرمود که تا قیامت هیچ کسی از شما این کلید را نمیگیرد. امروز هم همون نسل هستند کلیددار خانه کعبه، حجبیها، صاحبان حاجب و کلید. در حال الله عز و جل اینجا به پیغمبر خودش دستور داد، پس این دستور مال حکام هست، مال امرا هست، که هر کسی را که اهلیتی دارد، ارزشی دارد، مسئولیت را به اون بسپارید. عرض کردم معنای آیه عام هست. حضرت مفتی محمد شفیع رحمه الله در تفسیر معارف القرآن نوشتند که ما انسان ها گرچه رأی دادن و این رأی دادن به صورت جمهور خودش جای بحث دارد که اینجا جایش نیست، اما وقتی که موقعیتی فراهم میاد که میخواهیم رأی بدیم، میفرماید که این رأی هم امانتی هست. وقتی که رأی خودمون را به کسی میدیم به عنوان رئیس جمهور، به عنوان نماینده مجلس، به عنوان نماینده شورای شهر، به هر عنوانی، این هم امانتی هست. اهلیت را نگاه بکنیم، شایسته سالاری را نگاه بکنیم، قومیت را نگاه نکنیم، فامیل را نگاه نکنیم، نسبتها و مناسبتهای دیگر را مد نظر داشته نباشیم. این هم یک امانتی هست. لذا خداوند دستور داده که هر کسی هر اهلیتی داشته باشد، هر ارزشی داشته باشد، باید اهل به کاری که مناسب او هست به او سپرده بشه. همچنین در کارهای دینی، در کارهای افتا، استفتا، قضا، داوری و غیره،
لذا الله می فرماید و اذا حکمتم بین الناس، هرگاه داوری کردید بین مردم، الله امر کرده ان تحکمو بالعدل، این که داوری بکنید به عدل و عدالت، ان الله نعم ما یعظکم به، ترغیب به تعمیل، به تعمیل احکام. الله عز و جل بسیار خوب هست آنچه که وعظ میکنه شما را، نعم ماهیه بسیار خوب هست، یعنی بسیار چیزهای جالبی شما را دستور میده. ان الله کان سمیعا بصیرا، به درستی که الله سمیع هست و بصیر، تمام سخنهای شما را میشنود، احوال شما را میبیند. یا ایها الذین آمنوا، خداوند فرمود ان تحکموا بالعدل، نه خداوند دستور به عدل میده. اکنون این تشریح عدل است، این آیه چیه؟ تشریح عدل. یا ایها الذین آمنوا، ضمن اینکه تشریح عدل است، قانون دوم از احکام سلطانی است. قانون اول چی بود؟ ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. قانون دوم، یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، شما الله را اطاعت کنید و رسول الله را اطاعت کنید. و اولی الامر منکم، اولی الامر را از خودتون، اولی الامر چه کسانی هستند؟ حضرت عطا ابن مسعود میگوید اولی الامر خلیفه المسلمین، اون حاکم مسلمانی که حدود خدا را، دستورات الهی را، قانون خدا را اجرا می کند، شما عامه مردم موظفید از او اطاعت کنید، اطاعتش واجبه. اون اولو الامری که مسلمان هست، عادل هست و حکم خدا را اجرا می کند. اگر چنین اولو الامری نبود، در بیشتر کشورها اسلامی حاکمانی که دیدگاه دینی و اسلامی داشته باشند نیستند، یک تفسیر دیگری برای اولی الامر هست که هم علمای ما ذکر کردند، مفسرین ما. اولی الامر میگن علمای امت، علمای ربانی و علمای صالح، این تفسیر دومش هست. از این علما اطاعت کنید در دستورات خدا و در اجرای احکام الهی. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، این هم خطاب برای حکام هست، بنویسی خطاب للحکام والرعایا، خطاب برای حکام هست و هم خطاب برای رعایا هست، حاکم و رعیت. اگر با هم شما اختلاف داشتید، فردوه الى الله والرسول، شما برگردانید آن را به خدا و رسول. ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر، مقتضی رد، اگر شما ایمان دارید به الله و روز آخرت، ذالک خیر و احسن تأویلا، ذالک خیر فی الدنیا بنویسید و احسن تأویلا فی الاخره، از نظر دنیای زندگی دنیای شما این بهتر است و از نظر رجوع تأویل و توجیه به آخرت که اونجا نتیجه خوبی برای شما داشته باشد بهتر است. الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك، اینجا بعد از اینکه زجر برای اهل کتاب بیان شد، در این آیه زجر بر منافقین بیان میشه. منافقین هم دست کم از اهل کتاب نداشتن، که چی؟ بیشتر هم متمردتر بودن، سرکشتر بودن، اما ظاهرشون را درست می کردن، ظاهرشون را تطبیق می دادن، اما در درون غیظشان، عداوتشان، حسادتشان به مراتب بیشتر بود. بعضم در رابطه با شأن نزول این آیه نوشتند که یک منافقی بود معروف به نام بشر منافق. این بشر منافق اختلافی داشت، اختلاف مالی با یک یهودی، و یهودی از همون ابتدا، چون حق با این منافق نبود و حق با یهودی بود، یهودی گفت میریم پیش پیغمبر شما، چون اونها به رسول الله اعتماد داشتند، به حضرت رسول صلی الله علیه وسلم
اعتماد داشتند ولو اینکه از دشمنان بودند. همونطور که امروز هم الحمدلله گروه های مختلف به علماء ربانی گرچه دیدگاهشون با علماء یکی نیست هم اعتماد دارند، باور دارند. لذا یهودی ها گفتند که یهودی گفت من هرچی که داوری بکند پیغمبر شما من قبول دارم. بشر منافق میدونست که پیغمبر فیصله به حقی هست و عدالت را رعایت میکند. گفت نه، میریم پیش کعب ابن اشرف. کعب ابن اشرف حتما عمیم الله یهودی که شما قبلا خواندید، آخوند یهودی، حتما میگفت شاید برگ سبزی به او نشان بده به نفع او فیصله بکنه. ولی یهودی قبول نکرد تا اینکه بشر منافق مجبور شد آمد با اون، چون که زیر سوال میرفت ایمانش اسلامش، آمد پیش حضرت رسول صلی الله علیه وسلم. بعد از اینکه جریان را برای رسول الله تعریف کردند، رسول الله حق را داد به یهودی، گفت این حق مال این هست. بعد از اینکه از محضر رسول الله بلند شدند، این منافق انکار کرد، گفت نه رسول الله خوب متوجه نشده، باید بریم پیش حضرت عمر. این از اونجایی که احساس کرده بود حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اشداء علی الکفار هست، بر علیه کفار سخته، لذا به محض اینکه جریان ما را بشنود به نفع این کافر یهودی به ضرر اون فیصله میکند، حق را به من میده. غافل از اینکه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پیکر عدل و عدالت بود، اسوه انصاف بود. خلاصه مجبور کرد یهودی را که پیش حضرت عمر هم بروند، داوری دوم هم انجام بگیرد. وقتی که خدمت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه رفتند که اون زمان امیر المؤمنین نبود، عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه، یهودی زرنگی کرد، گفت که بعد از اینکه منافق مدعا را ادعای خودش را مطرح کرد، گفت ما اول پیش پیغمبر شما رفتیم، ایشون قضاوت کرده داوری کرده ولی ایشون قبول نداره، پیش شما آمدیم. حضرت عمر ناراحت شد که کسی که داوری رسول الله را قبول ندارد، لذا داوری عمر معلومه چیه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فوراً شمشیرش را آورد، سرش را زد، گفت کسی که داوری رسول الله را قبول داشته نباشه فیصله عمر اینه. منافق را در جا کشت. لذا منافقین طایفهش اطرافیانش سر و صدا کردند و گفتند این قصدی نداشته، غرضی نداشته، هدفی نداشته. الله عز و جل آیات را نازل کرد، آیاتی که به نوعی این آیات فعل عمر رضی الله تعالی عنه را و عمل حضرت عمر را تایید می کند. الله می فرماید الم تر الی الذین یزعمون. خب این ضمن این که زجر بر منافقین است، ربطش به آیه گذشته این است که این متعلق به اطیع الله و اطیع الرسول هست. اونجا چی خواندیم؟ اطیع الله و اطیع الرسول، لذا باید اطاعت خدا و اطاعت رسول بشه. الله می فرماید الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا. آیا خبرداری کسانی که یزعمون، می پندارند که آنها ایمان دارند، در دل خوشند که ایمان دارند، به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک، ایمان دارم به کتابی که بر تو نازل شده، یعنی بر قرآن مقدس، و ما انزل من قبلک، و همچنین به کتابهای سابق ایمان دارن، اما با وجود ایمان یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، میخواهند که داوری خودشان را ببرن پیش طاغوت. طاغوت اینجا کیه؟ کعب ابن اشرف. منافق میگفت میریم پیش کعب ابن اشرف، تو مسلمانی؟ خودت را مسلمان می نامی؟ ایمان به خدا، ایمان به رسول الله، برای قضاوت میری کعب ابن اشرف؟ یک یهودی، یک طاغوت. طاغوت یکی از معانیش ما خواندیم، اون که گفتند علماء سو که احکام خدا را تحریف می کنند، روی این هست که این طاغوت هست. احکام قرآن را، احکام خدا را در تورات چی می کرد؟
تحریف میکرد. وقد امرو ان یکفرو به، در حالی که این انسان ها امر شدن که کفر کنن به طاغوت، طاغوت را انکار کنن، اینها ایمان به طاغوت دارن. و یرید الشیطان، الله می فرماید شیطان تصمیم دارد ان یضلهم ضلالا بعیدا، اینکه گمراه بکند آنها را گمراهی که بدور از حق باشند، از حق فاصله بگیرند. و اذا قیل لهم، هرگاه گفته میشه به آنان تعالوا الى ما انزل الله، بیایید به سوی آنچه که الله نازل فرموده، و الى الرسول، بیایید به سوی حکم رسول الله، رأیت المنافقین، میبینی منافقان را یصدون عنک صدودا، باز می آیند از تو ای رسول الله، باز آمدنی دوست ندارم به طرف شما بیاند، این چو ایمان نیست، لذا دوست ندارم به سوی شما بیاند. فکیف اذا اصابتهم مصیبه بما قدمت ایدیهم، فکیف، بنویسید کشتن عمر فاروق رضی الله تعالی عنه منافق را، یا قتل عمر فاروق، اینجا اشاره به اون هست. الله می فرماید چه حالی دارند، چه وضعیتی خواهند داشت. اذا اصابتهم مصیبه، هرگاه مصیبتی به اونها برسد، هرگاه که قتلی صورت بگیره بعد از اینکه گردنشون زده شد، این گردن به چه دلیلی زده شد؟ بما قدمت ایدیهم، با سببیه، به سبب آنچه که خودشان کردند، عمل کرده خودشان، دستاشون انجام داد، یعنی خودشون انجام دادن. بعدن طایفش میاد قسم غلیظ میخوره، قسم به خدا ما هدفی نداشتیم که اونجا رفتیم، این فامیل ما هدفی نداشت. الله میفرماید ثم جاءوک یحلفون، تأویل منافقان، سپس میاین پیش شما، قسم یاد میکنم بالله، به خدا قسم یاد میکنن، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، ما اراده دیگر نداشتیم مگر اراده. ارادتون چی بود؟ رسول الله فیصله کرده احسانا، میخواستیم که بر هم دیگر چی بکنیم؟ احسان. اونا میگفتن ما میخواستیم اونجا بریم مصالحه صورت بگیرد، چون تنها نرفتند، اطرافیان بودند، خیشاوندان درجه یک بودن. امروز کسی که اختلاف داره تنها خود طرف میاد، چهار نفر دیگه باش همراه هست، لذا ما اراده نداشتیم مگر احسان به هم دیگر، و توفیقا، موافقتی باشد فیصله عمر با فیصله شما. الله می فرماید اولئک الذین یعلم الله ما فی قلوبهم، اینا منافقند، رد این تأویل، اولئک بنیست، رد تأویل، این افراد، یعلم الله ما فی قلوبهم، خدا میداند آنچه که در دلشان هست. فاعرض عنهم، ای رسول الله صلی الله علیه وسلم، اعراض کن از آنان، و عزهم، و آنها را موعظه بکن. فاعرض عنهم معنیش چیه؟ یعنی بعضی مفسران نوشتن یعنی اینها که الان دیه میخواهند، دیه خواستن از حضرت عمر، اعراض کن، اینا حقی ندارن، حق دیه براشون نیست. وعظهم، آنها را موعظه بکن، ارشاد کن، و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، و به آنان بگو، فی انفسهم یعنی متفردن، تنهایی، قولا بلیغا، سخن بلیغ، سخنی که آنها را بفهمانی، مسئله را درک بکنن. ببینید عزیزان، این بشر منافق بظاهر مسلمان است، بظاهر مسلمان هست، اما بعد از اینکه حکم رسول الله را انکار میکنند، میگه من قبول ندارم پیش عمر بریم، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم، قسم یاد کرده الله که این مؤمن نخواهد بود تا زمانی که شما را داور قرار بدهند در مشاجرات و اختلافات فی ما بینشان. پس وقتی که رسول الله را داور قرار داد و حکم رسول الله را انکار کرد، شد ارتداد، کفر. حکم مرتد چیه؟ گردن زدن هست، لذا توجیه دارد، نه؟ لذا الله می فرماید و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، قول بلیغ یعنی توجیهشون بکن، متوجهشون بکن تا اینکه بفهمند که اشتباه کردن.
وما ارسلنا من رسول. ببین اشتباه منافقین دو چیز بود، یکی مخالفت امر رسول الله، دومی عدم تدارک. عدم چی؟ یعنی مخالفتی که کردن جبران نکردند. خب انسان یک اشتباهی میکنه، بعدا میاد میگه یا رسول الله اشتباه کردم، غلط کردم، از خداوند برای من استغفار بطلبید. خب این تدارک شد، جبران شد. اونها هم مخالفت امر رسول میکردند. پس بنویسید دو اشتباه منافقان، یک مخالفت امر رسول الله، دو عدم تدارک. الله تعالى در وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. اشتباه أولشان را ذكر ميكند. وما أرسلنا من رسول، ما هيچ رسولي نفرستاديم، إلا ليطاع بإذن الله، مگر بإذن أمر إلهي إطاعت بشه. شما أي رسول مكرم هم از این قاعده مستثنا نیستید، شما را فرستادیم که اینها از امر شما چی بکنند؟ اطاعت بکنند، مخالفت نکنند. پس اینها اینجا در اشتباه بودن، مخالفت میکردن. خب الان که مخالفت کرده بیاد معذرت خواهی بکنه؟ نه، میاد توجیه میکنه. الله میفرمه این رد اشتباه دوم، ولو انهم اذ ظلموا، اشتباه دوم، ولو انهم اذ ظلموا انفسهم، اگر آنان وقتی که آنها ظلم کرده بودن بر خودشان، جاؤوا كامي آمدن پیش شما اي رسول الله، فاستغفروا الله، از الله مغفرت می خواستند، واستغفر لهم الرسول، ورسول الله برایشان از خدا مغفرت می طلبید، لوجد الله تواب الرحيم، البته می یافتند الله عز و جل را تواب، توبه پذیر، رجوع کنند بر آنها، رحیمن الله را مهربان می یافتند. ولی نکردند این کار را، آمدند و توجیه کردند، لذا جزایی به غیر از جزای عمری برایشان وجود ندارد. لذا الله اینجا بیان می فرماید حکم اونها را، حکم اونها را، فلا و ربک لا یؤمنون. ببینید با توجه به این حکمی که خدا صادر فرموده، تفسیر محائمی میگه لا ایمان لهم فی الحال، لا ایمان لهم فی الحال، در حال حاضر اینا ایمان ندارند، چونکه شما را به عنوان داور قرار ندادند. کی را داور قرار دادند؟ کعب ابن اشرف را. الله می فرماید فلا و ربک لا یؤمنون، قسم به رب تو، این لا زائد است، لا یؤمنون، در فی الاستقبال بنویسید، در آینده هم اینها مؤمن نخواهند بود. فعلا که مؤمن نیستند، تفسیر محایمی از این آیه برداشت کرد اینا فعلا مؤمن نیستند، چون که طاغوت را قرار دادن حکم. در آینده هم مؤمن نخواهند بود، حتی یحکموک فیما شجر بینهم، حتی که شما را حکم قرار ندند، داور قرار ندند در آنچه که اتفاق میفته بینشان، در اختلافاتی که بینشان میفته. سپس وقتی که شما داوری کردید، هر داوری که شد اعتراضی داشته نباشند، با طیب خاطر بپذیرند. ثم لا یجدو، سپس نیابند، فی انفسهم، در دلشان، در وجودشان، حرجا مما قضیت، حرجی، زیقی، تنگی. حضرت آلوسی میگه شکن، حرجن یعنی چی؟ شکن، سپس در دلشان شکی نیابند، زیق و تنگنای احساس نکنند، مما قضیت، از آنچه که شما فیصله کردید، یعنی دلشون تنگ نباشد، و یسلمو تسلیما، تسلیم بشوند در مقابل قضاوت شما. ظاهرا و باطنا بنویسید، چه تسلیمی؟ ظاهرا و باطنا در مقابل چی شما، قضاوت و داوری شما. ببینید اینجا برای ایمان در استقبال چند چیز قرار گرفته. اولا سه شرط در ابتدا بود، یکی اینکه جاؤوک، بعد از اشتباه خودشان پیش شما می آمدند، این ایمان ماضی هست، پیش شما می آمدند، شرط اول.
فاستغفر الله، از خدا معذرت خواهی میکردن. دو، سوم، واستغفر لهم الرسول، رسول براشون معذرت خواهی میکرد، مؤمن میشدند. ولی این کارها را نکردن، پس لا ایمان لهم فی الحال، در حال حاضر ایمانی ندارن، چون هر سه شرط ایمان منتفی. اما در آینده اگر میخواهند مؤمن باشند، با ایمان باشند، چند شرط هست. یکی که یحکموک فی ما شجر بینهم، شرط اول شما را در مشاجرات و در اختلافات خودشان داور قرار بدهند. شرط دوم، ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا، در دلشان کوچکترین شکی راه ندهند از اونچه که فیصله خدا و رسول الله است. و شک سوم، و یسلمو تسلیما، و یسلمو تسلیما، ظاهرا و باطنا تسلیم بشن. این اقتضای ایمان هست. ببینید امروز هم خیلی از انسان ها هستند، از افراد هستند، از معاصرین خود ما هستند، می آیند به شریعت. خب گاهی یکی شک دارد روی اون قاضی و روی اون داوری که شریعت می کند، میگه یا اشتباه شریعت کرده. گاهی خب داورها هم چی می کنند؟ اشتباه می کنند. رسول الله صلی الله علیه وسلم معصوم هست، اشتباه نمی کند. بقیه گاهی شک دار، میگه شاید اشتباه کرده، یا فکر می کنه پارتی بازی کرده. خب این شکش در ایمانش خللی وارد نمی کند. اما وقتی که می داند، وقتی که می داند که این فیصله شرعی هست، اما شک در فیصله شرعی دارد، میگه فیصله شرعی عادلانه نیست، این انسان برایش ایمانی نمیماند، این کافر میشه. متوجه شدید؟ این انسان برایش، به عنوان مثال مدت پیش جریان پیش آمد، تعدادی آمده بود، گفتن خب اسلام راهی گذاشته. الان نمیگه شما مشکل دار، میگه قربان اسلام، ولی اسلام حق ما را ضایع میکنه، علی اعاذ بالله. خب این یعنی معنیش اینه که اون شریعت اسلام جوابگو نیست، شریعت اسلام عادلانه نیست. خب لا یؤمنون، اینا مؤمن نیستند، نمیتوانه مؤمن باشه. کسی که روی قضاوت اسلام، روی قضاوت من ملا اشکال داره، خب اشکال داره، حقش از خودش را به هر حال مطمئن بکنه، اشکالی نیست. اما وقتی که اصل شریعت اسلام را میگه تویش عدالت نیست، تویش برابری نیست، این دیگه لا یؤمنون، این نمیتونه مؤمن باشه و این انسان از دایره دین خارج میشه وقتی که شریعت را انکار بکند، شریعت را، نه قضاوت عالم را. لذا الله میفرماید ثم لا یجدو فی انفسهم، شرط دوم این است که در دلشان حرجی نباشد، زیقی نباشد، تنگی نباشد، شک نباشد، مما قضیت، از آنچه که شما فیصله کردید. و یسلمو تسلیما، تسلیم بشن ظاهرا و باطنا، ظاهرا و باطنا. الله تعالی می فرماید که در دین اسلام چقدر یسر است، چقدر آسانی هست. اگر ما به آنان دستور میدادیم که همون دستوراتی که مال یهود بود اجرا بکنه، اون وقت چی میشد؟ اون سختی ها، هر کسی که اگر گناهی میکرد باید خودش را میکشت. توبه گناه چی بود؟ قتل نفس. الله میفرماید ولو انا کتبنا علیهم، اگر ما می نوشتیم بر آنان ان اقتلوا انفسکم، اینکه خودتان را بکشید، او اخرجوا من دیارکم، یا از شهر و کاشانتان بری بیرون، یعنی عذابها یا دستورات شاق و مشکلی ما لازم می کردیم، ما فعلوه الا قلیلا منهم، آن کارها را انجام نمیداد مگر اندکی از آنان، یعنی مؤمن کامل. الله می فرماید ولو انهم فعلوا ما يعزون به، اگر اینها انجام میدادند، ما يعزون به، آنچه که موعظه میشوند، آنچه که از سوی خدا موعظه میشه، اون را چی میکرد؟ انجام میداد. لکان خیرا لهم، ثمره اطاعت دنیاویه، لکان خیرا لهم، برای آنها بهتر بود، و اشد تثبیتا، از نظر تثبیت و پختگی هم چی بود؟
سختر بود، بهتر بود، یعنی پخته تر بود. راه پختگی، راه استحکام در همین است که هر چی که از سوی الله موعظه میشه، از سوی الله دستور داده میشه، اون را به جان و دل بپذیرد. و اذن بعدا نتیجهش چی خواهد بود، چی میشد؟ الله میفرماید ثمره اخروی، و اذن لآتیناهم، در این هنگام ما بیان ها میدادیم، من لدنا، از جانب خودمان، اجرا عظیما، اجر و پاداش بسیار بزرگ، ولهدیناهم، محل اجر عظیم صراط مستقیم، ولهدیناهم، ثمره دنیوی، ولهدیناهم صراطا مستقیما، ما بر صراط مستقیم انها را چی میکردیم؟ راهنمایی میکردیم. صدق الله مولانا العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين